بسم الله الرحمن الرحيم. دستورنا القرآن وديننا الإسلام، أركانه الجليلة دعائم الفضيلة، ويا الشهادتان كعيدة الإيمان، والصوم والصلاة وحج والزكاة. Our guide is the Quran, our religion is Islam. Five noble pillars upholding what is virtuous to make the testimony. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Braderai muhtaram, dar haftahai qabli ma wa shuma بحث ما سر تفسیر سوره فاتحه بود که بالاخره در هفته گذشته غیر المغضوب علیهم تشریح شد و امروز سر دالین صحبت میکنیم و این خدمت تان عرض کردیم که مفسرین کرام همه ایشان ای آیت شریف را به می قسم تفسیر کردن که منظور از مغضوب علیهم کسانی که غضب بالایشان نازل شده، اینا یهودی ها بودند که در آغاز الله جل جلاله بر از اینا عزت بسیار داد، اینا را در بین دیگر مردمانی که در او وقت بود اینا را برگزید. اینا بسیار آیات شریف میگه که یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. اینا را الله فضیلت داد به دیگر کسایی که در عصرشان بودند. در بین از اینا بسیاری از پیغمبرا بود، اینا اولادهای پیغمبر بودن، مثلا امی یعقوب علیه السلام بچهایش، خود بنی اسرائیل که میگن اسرائیل نام حضرت، بعضی ها میگن نام یا لقب حضرت یعقوب علیه السلام است و بنی اسرائیل یعنی اولادهای یعقوب علیه السلام. با وجود از اینکه اینا پیغمبرزاده ها بودن، اولادهای پیغمبر بودن، لکن اینا راه هدایت ترک کردن، برای گمراهی رفتن و بالاخره غضب الله سر از اینا نازل شد. سر از این ما شما بحث کردیم و گفتیم که اینا پیروی از شهوات کردن. اینجا یک نقطه دیگر ما میخواستم که کمک دربارش صحبت بکنم، به خاطر از اینکه پیش مردم اتو شک پیدا نشه، چون گفتیم که یهودی ها به اساس پیروی از شهوات به غضب الله گرفتار شدن. فقط اینجا یک نقطه که باید بفهمیم که اصلا خود شهوات که است، ای که مثلا انسان شهوت داره و حب مال داره، حب جاه داره، ای در حقیقت چیز بد نیست، چیز بد نیست، به خاطر ازی که غرایزی که انسان در وجود خود داره، ای به خاطر ازی در وجود انسان گذاشته شده تا که نسل بشر دوام بکنه. اگر غریزه جنسی است، غریزه جنسی بر ازی است که انسان از طریق مشروع ازدواج بکنه و بتونه نسل بشریت دوام بکنه، لکن به شکل مثبتش. به این شکل وقتی که میایم سر غریزه حب مال، عبارتی است که یک انسان کار بکنه، زحمت بکشه و مال حلال به دست بیاره. یا مثلا حب جاه که انسان مقام منزلت خوب داشته باشه، ایره به طریق مشروع مثبت و درستش به کار برده. پس تنها شهوت بر از این نیست که انسان بگه که شهوت کاملا از اول تا به آخر، از الف تا به یا بد است. بدی از این در صورت است که این عدالت در او در نظر گرفته نشده. عدالت چی مانا؟ یا تعادل چی مانا؟ این که مثلا گذاشتن یک چیزی در جایش، این عدل میگن. ما مثلا هر چیز در جایش وقتی که بگذاریم، این عدل میگن. مثلا یک نفر 200 افغانی ماشش است، یک مزدور میگیری 200 افغانی ماش داره، شما اما ماشش برش 200 افغانی میتین. یک گلکار است مثلا 900 افغانی ماشش است، برش همون 900 افغانی را میتین. یک انجینیر است 2000 افغانی حقش میرسه، حقش برش میتین. این عدل میگن. اینال عدل در حقیقت گذاشتن یک چیز در امو جای اصلیش. پس اگر توازن و عدالت مراعات شوه، حتی در مسائل شهوت، عدلش چی هست و توازنش چی هست که او مثبت است که انسان به طریق درست و شرعی ازدواج بکنه و امو غریزه خود مثبت استفاده بکنه تا که نسل بشری درست دوام پیدا بکنه، تا ای که انسان ها به شکل نرمال زندگی بکنن. ایره
ایش درست است. لکن مشکل یهودی ها در این بود که از شهوات به شکل افراطیش استفاده کردن، یعنی آنچه را که برش الله تعیین کرده بود که شما اینی کارا بکنید، اینا از جادی مستقیم شکل توازنش از بنگ بردن، پس راه های دیگه خرابتر و زشت را چیز کردن، از این خاطر سبب غضب الله جل جلو شدن. اگر مقام منصبی را هم خواستن، او را هم به شکل غیر متعادلش، غیر متوازنش، به اساس خواسته های نفس ای را به شکل غیر مثبت به دست آوردن. اگر چوکی را به دست آوردن به شکل ظلم، اگر قدرت را گرفتن به شکل ظلم، اگر مال پیدا کردن از طریق غیر مشروع، از این خاطر اینی سبب شد که اینا مورد غضب الهی قرار گرفتن. نقطه دومش که والا دالین است، ایره مفسرین کرام میگن که منظور از دالین که گمراه ها هستن، دال یا راهگم می باشه یا گمراه می باشه. راهگم کسی است که حق نمی فهمه و در غلط در حرکت هستن، و گمراه کسی است که او احیانا حق می فهمه لکن به خاطر خواسته های شخصی خود از حق دور میشه و به باطل روان میشه. اینال پیروان عیسی علیه السلام یا نصرانی هایی که اینا خدا میگن ما پیروان عیسی علیه السلام هستیم، اینا چرا گمراه شدن، چرا راه گم شدن؟ به خاطر از اینکه اینا در عقب شبهات رفتن، اونا در عقب شهوات رفته بودن، یهودی ها شهواتشان سبب گمراهیشان شد. از این نصرانی ها چی مشکل پیدا شد؟ یا هم پیرو پیغمبر بودن، حضرت عیسی علیه السلام آمد برشان، کتاب انجیل برشان آورد و احکام الله را برشان تشریح کرد، توحید تشریح کرد، و ما و شما به یقیده هستیم که حضرت عیسی علیه السلام یک پیغمبر الله جل جلاله بود و انسان موحد و یکتا پرست بود. لکن مشکل اساسی از اینا بعد از او چی شد؟ که اینا در عقب شبهات رفتن. ببین فرق بین یهود و نصارا در گمراهی و اشتباهشان، که اونا در عقب شهوات رفتن، اینا در عقب شبهات رفتن. شبهات چی هست؟ شبهاتی است که اینا یک کس آمد به نام پولس یا شاول ترتوسی، میگن حتی در کتابای خودشان ذکر است، ای پولس یا شاول ترتوسی آمد یک ادعا کرد، یک قصه از خود ایجاد کرد. یعنی شبهه از اینا در چی بود؟ یک قصه را آورد ایجاد کرد. و ما بسیاری وقتا برای دوستان میگم ببینین وقت ما یک چیز را در قرآن عظیمشان، یک آیت شریف یا یک قصه را بر ما بیان میکنه از امتهای سابقه، ای برای این است که ما تنها قصه گوش بگیریم، از این باید درس بگیریم. امروز در بین ما و شما مسلمان ها هم گمراه میشیم، بعضی ها در عقب شهوات میرن مثل یهودی ها وار گمراه میشن، و بعضی ها امروز در بین مسلمان ها هم هستن که در عقب شبهات میرن. مثلا یک کس میگه والا فلانی نفراتو میگه، فلانی مولوی صاحباتو میگه، فلانی شیخ صاحباتو میگه، فلانی پیر صاحباتو میگه، خیلی ما گپ کی رو قبول بکنیم؟ این هم راه را گم کردن، راه را گم کردن، و در شبهه هست، در شک هست که کدامش درست است، حالا ما کدامش را قبول کنیم، کدام گپ را قبول بکنیم. در حالی که اگر این انسان کمک خود از زامت بته و در حلقات درست تفسیر بشینه، درس تفسیر بخونه، درس حدیث بخونه، از احادیث پیغمبر خود خبر بکنه، از اقوال فقها خود خبر بکنه، هیچ برش شک و شبهه باقی نمیمونه. لکن مشکلش در چی است؟ که وقتی یک کس برش یک قصه را گفت، در عقب اونم قصه میره و او قصه برش صد شک و شبهه را ایجاد میکنه. مشکل نصرانی ها چی بود؟ اینا موحدین بودن، یک تا پرست بودن، لکن یک نفر امی پولس یا شاول ترتوسی را در خود کتابایشان هم تو قصه خودشان قصه میکنن. اگر کسی بایبل یا انجیل خوانده باشد و قصه های پولس میره، میگه که یک انسان بود، یک سای منصب، یک جنرال بسیار خطرناک بود که یهودی بود و ضد مسلمان ها بود، مسلمان ها را میکشت. منظور از مسلمان کی است؟ مسلمان پیرو و پیغمبر، یعنی پیرو حقیقی هر پیغمبر مسلمان هست. ان الدین عند الله الاسلام، الله جل جلاله به غیر از اسلام دین دیگه نفرستادن. پس پیروان موسی علیه السلام هم مسلمان بودن، خود موسی علیه السلام هم مسلمان بود، عیسی علیه السلام هم مسلمان بود و پیروانشان هم مسلمان بودن. اینجا این نفر آمد از اون طرف، میگه خود از این آمد یهودی متعصب و خطرناک، چه قسم ممیتون پیروای حضرت عیسی علیه السلام که مسلمان ها هستن، حواریون برشان گفته میشد، پیروان شاگردای حضرت عیسی علیه السلام، ما چه قسم
ای پیروای ازیر گمراه بکنم، از طریق لط کار گرفت، بندی کو بکش، در زندان پرتو. دید که از تمام راههایی که اونا کار گرفت دید که نتیجه نمیده. یکی جنگ فیزیکی است و یکی جنگ فکری هست. اکثرا دشمنای اسلام در تاریخ بشریت از زمان شیطان، اولین مؤسس جنگ فکری شیطان است. و این بسیاری وقتا ما در پوانتون ها در بعضی از حلقات درسی تقریبا 10-15 درس داره جنگ فکری که باید یک انسان مسلمان اگر نفهمه بسیاری وقتا بازی میکنه. دشمنای اسلام در آغاز از جنگ فیزیکی کار میگیرن، زور استفاده میکنن، سلاح را استفاده میکنن، بندی کردن استفاده میکنن. وقتی که دید که نتیجه نداد، بالاخره میشینن میگه آل نوبت جنگ فکری هست، فیزیکی نشد، والا این مسلمان همه شکست داده نتانسته. پول سی شاول ترتوسی در زمان که چندین قرن قبل، یعنی بعد از میلاد مسیح علیه السلام، یعنی چند صد سال یا کلیم صد سال بعد، ای شاول ترتوسی یا پول سی دید که جنرال یهودی خطرناک است و میکشت پیروان حضرت عیسی علیه السلام مسلمان را. بسیار زد و کشت و از بین برد. بالاخره دید که هر قدر مسلمان را کشت، دید که دیگه مسلمان ها هنوز قوت گرفتن، هنوز هم کشتن از اینا نتیجه نمیده. خب چی کار باید بکنم؟ ای خیست شروع کرد بر جنگ فکری. جنگ فکری چی قسم باید بکنم؟ گفت آمد صاحب رفت جنرال صاحب. این صاحب یک چپن کلان برای خود پیدا کرد، پینزد چند تایی چپن خود. اول ای پولس یا شاول ترتوسی که بنیانگذار مسیحیت است، بنیانگذار مسیحیت حضرت عیسی علیه السلام نیست. حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر بود و یک تا پرست بود. بنیانگذار عقیدی از اینا که آل یا کریستیان هستن، ای کریستیان ها، بنیانگذار عقیده از اینا عیسی علیه السلام نیست. اگر کس عقیده کنه که بنیانگذار این سه خدایی حضرت عیسی علیه السلام است، خود این مسلمان کافر میشه. بسیار گپای دقیق و خطرناک است، بسیاری کسا نمیفهمن. بنیانگذار از این حرکت اینمی انسان است. این چی کرد؟ دید که والا به زور و به لط و به گپا نشد و خودش کلان صاحب منصب جنرال صاحب آلی دید که آلی چطور کنم خیلی؟ رفت عقیده هندویزم مطالعه کرد. در اعتقادات قدیم هندویزم مسئله سه خدایی بود. در هندویزم، در اعتقادات قبلی هندوها، سه خدایی چه قسم بود که در او وقت وقتی که یک نفر پالوان می بود و قوی می بود مبارزه می کرد، باز ای را می گفتن که العیاذ بالله خدای مازگه قوی است، انسانی که خوب آمد و قوی می بود در میدان هیچ کس نمیتونه در مقابل ازی استاد شد و کلگیر چپه میکرد، بازی را خدا میگرفتن. باز بچه ازی را میگفتن که یام خود بچه پالوان است یام بچه خداست، و خانمش هم میگفتن که یام خداست. پس عقیده سه خدایی اصلا در هند قدیم وجود داشته. این مردکه ای پولس یا شاول ترتوسی این کتابا را خوان، بنان عقیده تسلیس یا سه خدایی را از اونجا گرفت و پسان آمد دید که والا یک کار دیگه بکنم. کار دیگه ای که چون اینجا مخالف ما امپراتور است، مخالف ما حکومت است و این مسلمان ها که هستن همیشه مسلمان ها تکر می داشته باشن امرای حکومت های جابر، همیشه حکومت هایی که خیانتکار هستن، ظالم هستن، مثلا بزد ملت کار میکنن، بزد وطن کار میکنن. مسلمان ها همیشه کتزیا در تضاد است. برش وقتی که حق میگه اونم میگه حق بپذیره، بنان او امرای از این مسلمان ها مخالفت میکنن. پولس یا شاور و ترتوسی یک حرکت جدید را گفت ایجاد میکنم که در این حرکت تکر به امرای حکومت نباشه. پس ای آمد دیگر روز با همی برنامه جنگ فکری که داشت خست مبارزه را شروع کرد. خب دیگر از میبین صاحب امی جنرال با دریش با یک چپن جنده پوشیدگی، کالای کونه را پوشیده، ریشش هم رسیده و مویایش هم تو گد و در سرش یک چلتار هم بسته کرده آمد. اوهو دگروال صاحب، جنرال صاحب، چی گفت بستر تو؟ آمد خیز گفت که برادران صاحب پلان را سنجیده. گفت والا صاحب قصه را ساختگی. ببین اکثرا قصه ها فکرتان باشه برادرها، بسیاری مردم هستن حتی مسلمان های ما و شما، اکثرا کسایی که گمراه میشن به قصه و قصه خانی گمراه میشن. در قرآن قصه نیست، قرآن قصه گویی نیست. شما سعی کنین قرآن شریفه، قصه هایی که در قرآن ذکر شده
اگر کتاب قصه می بود میخواست قصه را کنه، قصه موسی علیه السلام باید در یک سپاره می بود، قصه آدم علیه السلام در یک سپاره می بود. یک دفعه در یک سپاره میخونی قصه موسی علیه السلام است، باز سپاره دیگه میری که در اونجا باز قصه موسی علیه السلام است، باز سپاره دیگه میری باز یک حادثه دیگه ذکر میشه، باز یک قصه است. به خاطر ازی که در قرآن قصه ها من حیث مثال گفته شده، وقتی که یک از طاغوت گپ میزنه و از ظلم گپ میزنه باز قصه فرعون هم ذکر میکنه، باز در جای دیگه که باز صحبت میشه سر طاغوت و ظلم میشه، در سپاره دیگه ببینیم باز قصه موسی علیه السلام است، باز سپاره اول وقتی که میگه قصه آدم علیه السلام است، وقتی که سپاره 14 میری باز قصه آدم علیه السلام است. بسیاری کسا میگه حالا چرا قصه آدم علیه السلام در یک سپاره نبود؟ به خاطر از اینکه قرآن کتاب قصه نیست که بر تو قصه ها را بیان کنه. قرآن یک قصه را به خاطر مثال بیان میکنه که تو عبرت بگیری. مثلا فلانی انسان طغیانگر سرکوب شد، مورد غضب خدا قرار گرفت، باز قصه فرعون هم میکنه که این نمونه از فرعون. از این خاطر این قصه حتی پیغمبر هم قصه های بسیار طویل قصه نمیکرد، بسیار کوتاه کوتاه یکان مثال بیان میکرد. این قصه و قصه گویی اکثرا در مناطق فارس که پدر کلان ما و شما بود این قصه رواج داشت. یک وقتی یکی از استادای من بود گفت ما در ادبیات عربی میخوانیم، گفت از فارسی زبان ها مردم عرب کان ما کانه را یاد گرفت. گفتم کان ما کانه چی بود؟ گفت یعنی بود نبود، در زمان قدیم یک شیشک بود و یک دیو بود و یک گزگزنبوی بود و چطور بود چنان. این قصه هایی که مثلا دور به دراز است سریالکی، این قصه ها اکثرا در این تاریخ و در این چیزای این منطق در فرهنگ این مردم وجود داشته، لکن در قرآن و در حدیث قصه گویی های زیاد نیست. مطلب بسیار کوچک گفته میشه، در پاروش مثالش بیان میشد بر مردم. اینال اکثرا مردمی که امروز هم گمراه میشن به اساس چی گمراه میشن؟ یک قصه دروغی رو میگن. والا صاحب یک دوست خدا بود در یک غار 40 روز شیشته بود. یک روز یک کسی قصه میکنه در سر یک غار شیشته، در بین یک سوراخ شیشته بود و باز یک دو هفته برش نان نرسید. 15 روز تیر شد، بازی پای خدا که بیرون ماند که از آسمان سرش صدا آمد که ای دوست من از پیش من چطور در دو هفته شیستی؟ پس گرفت پای خدا قطع کرد. یا سبحان الله، عالی نفر در بغل کو بود، در بین سوراخ بود، آیا ای انسان در سوراخ که بود آیا حق داره پای خدا قطع بکنه؟ به خاطر شنیدن یک صدا بر از این معلوم نیست که سر از این نفر ای صدا از کجا آمد؟ آیا ای پیغمبر است که صدا از غیب سرش آمد؟ ای کدام ملائکه سرش صدا کرد؟ خدا سرش صدا کرد؟ این چیه پس؟ یعنی سایه قصه های ساختگی دروغی که بسیاری کسا به این قصه ها دل خود محکم کردن. بازی سر پای خود، خب امین نفر پای خود قطع کرد، باز چطور شد پای ازی؟ اینجا این خون ازی چطور قطع شد؟ آیا کل خون ازی نرفت؟ آیا انسان حق داره که پای خود قطع بکنه؟ چطور کنه؟ این بسیاری مردمایی که امروز هم گمراه میشن علتش چی است که بعضی از گمراه ها قصه های دروغ دروغ میارن و بازی ها پیروی از این قصه های دروغی میکنن. قرآن ترک میکنه نمیخونه، وقت نداره قرآن بخونه. احادیث پیغمبر که بسیار ساده ساده در دو خط یا سه خط یک حدیث یک موضوع بسیار بزرگ تشریح کرده، این هم نمیخونه. لکن یک قصه بسیاری کسا را اگر شما دیده باشین امیاله، قصه یوسف زلیخا را بفرماین در بازار کتابایش را بخرین، شعر گفته این کتاب دبل از یوسف علیه السلام عاشق جور کرده و از زلیخا معشوق جور کرده و باز جوان شده باز پیر شد. امیال اکثریت مردم ما و شما در شهر کابل امی قصه یوسف و زلیخا را که برش بکنی ایره از قرآن یاد گرفته یا از سریال یوسف علیه السلام؟ اکثرا کل اونم داستانای سریال لکلی از شیشته. آیا این سریال واقعا قصه‌اش حقیقی است؟ نه، 50% قصه‌ای دروغی هست، 50% ساختگی است. یعنی یوسف علیه السلام چی نیاز داشت که زلیخا پس جان شو و باز که تو ازدواج بکنه و این هیچ روایت نامده، لکن او رو یک هنرمند یا یک نویسنده فیلم به خاطر از اینکه سریال خود تکمیل بکنه این قصه ها را داخل کرده. اینا رو مثلا مسلمان ما وقت نداره که آیات قرآن بخونه که درباره یوسف علیه السلام قرآن چی گفته، این خلاص رو فیلم سعیل میکنه. دیگر صاحب در بازار که بری امیال فیلم آدم علیه السلام در بازار فروخته میشه، قصه نوح علیه السلام کشتیش ایره مسیحی ها جور کرده امیال در بازار فروخته میشه و در اونجا آدم علیه السلام برهنه بی بی هوا سرش لاج، نوح علیه السلام رو ببینی یک قواری عجیب غریب ابراهیم. این فیلم کی جور کرده؟ فیلم جور کرده نصرانی ها.
و در بازار مسلمان ها ازی میخرن، باز اینمی قصه را در عقیده خود داخل میکنن و ایوازی که ایره هدایت بکنن ایره به کفر میکشنن. بسیاری وقتا این فیلم هایی که نصرانی ها ساختن درباره پیغمبرا، اکثر از یا بسیار قصه های کفرآمیز داره، قصه هایی داره که غلط است از دیدگاه شریعت اسلامی. یعنی اول در این بازار یک روز من کلتان دیده باشین، در پیش مسجد پل خشتی اگر در بسید فروشی ها برین، اما جنش از قصه آدم و حوا. این فیلم کی جور کرده؟ این فیلم نصرانی ها از روی کتاب تحریف شده بایبل، پس این قصه را جور کردن و آوردن قصه آدم و حوا. وقتی که فیلم سعیل میکنین که آدم علیه السلام برهنه نشان دادن، بی بی حوا را سعیل برهنه نشان میده، چادر نداره، چیز نداره، اما فرهنگ غربی خود حتی سر پیغمبرا تطبیق کردن. علت اساسیش گفتم برادرای عزیز که اونا گمراه شدن، اینمی قصه ای را که پولس جور کرد. و آل ما مسلمان ها هم بسیاری وقتا در قصه و کتاب های قصه و قصه خاری بسیار علاقمند هستیم و اکثر قصه ها که ببینید قصه های ساختگی و دروغ است. پولس یا شاول ترتوسی به خاطر که پیروان حضرت عیسی علیه السلام گمراه بکنه، آمد صاحب خودش جنرال خوب صاحب منصب کالای ملنگی پوشید. خب تو جنرال صاحب، تو دگروال صاحب، تو از کجا چیز شده؟ میگه والا صاحب، ما یک وقت سه که قصه ساختگی رو کی جور کردن، ما صاحب دمی بازار میرفتم، دمی در بین یک باغ در شام در حرکت بودم، میگه از آسمان سرم صدا آمد. اوهو سر چی صدا آمد؟ سرم صدا آمد که چرا پیروای مرا آزار میتی؟ باز تو چی کردی؟ این مردم دیگه ششتن، تو باش که جنرال صاحب قصه خود کنه، باز تو چی کردی؟ والا صاحب، باز من وقتی که دیدم که صدا کرد، پرسان کردم که تو کی هستی؟ گفت من عیسی هستم. خب تو عیسی کی هستی؟ گفت من عیسی علیعاذ بالله بچه خدا هستم. مرا گفت که دیگه پیروای مرا آزار نتی. این صاحب من ملنگ شدم، این اصلا ما چپن ملنگی پوشیدیم، این اصلا ما ترک دنیا کردیم، ما دیگه هیچ کار نمیکنم، ما سای منصبی و ایره کلش ترک کردم. اینمی قصه دروغی را که ای پولس جور کرد، اینجا آمد در بین مردم و بر مردم تبلیغ کرد که وقتی که عیسی علیه السلام از آسمان سر ما صدا کرد و او بچه خداست، پس او که بچه خدا شد سر ما که صدا کرد، من پیغمبر شدم دیگه، من پیغمبر شدم. پس خود پیغمبر ساخت و عیسی علیه السلام و بچه خدا ساخت و حضرت جبرائیل جز خدا ساخت و گفت که خدایای سیگانه هستند. اینال کسانی که از این پولس پیروی کرد تا امروز که پیروی میکنن، وقتی که ما و شما میخوانیم که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین و میگیم ضالین گمراه ها کی هستن؟ امی پیروان ای پولس یا شاول ترتوسی هستن که آل اینمی عقیده را دارن به عقیده سی خدایی. پس مشکل اساسی که اینا گمراه شدن چی بود؟ در عقب شبهات رفتن. شبهات در چی پیدا میشن؟ احیانا شک و شبهه در عقیده پیدا میشن. دشمنای عقیده شک و شبهه در عقیده پیدا میکنن. وقتی که یک نفر رفت در شبهه، برش میگه خب برادر، امیاله بعضی کسا هستن، امی بت پرستا پیروای پیغمبر بودن، چرا گمراه شدن؟ در عقب شبهات رفتن. پیروای عیسی علیه السلام چرا رفتن پیرو پولس شدن؟ چرا به عوض عقیده توحید سه خدایی را قبول کردن؟ علتش چی بود؟ علت اساسی شمی بود که در عقب شبهات رفتن. یک کس برش یک قصه را آورد. حالا مثلا برای یک نفر میگه که برادر عزیز، الله جل جلاله رحمان رحیم است، میگه بله رحمان رحیم است. برش میگه که الله از هر کسی دیگه که براتون نزدیکتر است، میگه بله الله بر من نزدیک است. از کجا فهمیدی؟ نمیفهمم. میگه پا و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. آیت قرآن میگه که وقتی که بنده های من در مورد من پرسان بکنم، من به بنده های خود بسیار نزدیک هستم، به بنده خود نزدیک هستم. چرا این آیت شریف بر ما میگه که الله بر بنده خود از هر کسی دیگه که نزدیک است؟ به خاطر از اینکه ای انسان عقیده داشته باشه که اول هیچ کسی بر من از الله جل جلاله که نزدیکتر نیست. یک. دوم رحمان رحیم است، هیچ کسی حتی مادرم و پدرم و اعضای خانواده من از الله که بر من مهربان تر نیست. پس او ذاتی که بر من مهربان است و بر من نزدیک است، پس من در وقت مشکل به کی باید رجوع بکنم و از کی کمک بخوایم؟ وقتی که انسان همین مطلب را درک کرد که الله از همه کس که بر من نزدیک است و الله از هر کسی دیگه که بر من مهربان است، صفت رحمان، رحمان صفت الله است و الرحیم صفت الله است و المجیب اجابت کننده دعا صفت الله است،
و قریب نزدیک صفت الله جل جلاله است. وقتی که این انسان مسلمان کاملا درک کرد از قرآن، باز هیچ وقتی به غیر الله رجوع نمیکنه. مشکلی که پیدا میشه در شبهه‌ای که برای یک نفر پیدا میشه این هست، تو احیانا در رحمان و مهربانی الله شک پیدا میکنه، فکر میکنه والا برادر اگر تو بری نماز بخوانی و به الله رجوع بکنی، الله جل جلاله گپای تو را قبول نمیکنه، تو رویسی هستی، تو شرمنده هستی، تو گناهگار هستی، الله گپت را قبول نمیکنه. خیچو تو پیش کی برم؟ والا برو پیش فلانی مخلوق، او مخلوق از الله که بر تو مهربان تر است، علیاذ بالله. او سونو رویسیاگی سیل نمیکنه، او سونو شرمندگی سیل نمیکنه، او مخلوق سونو گناهی تو سیل نمیکنه، تو گپ تو را قبول میکنه، باز شفاعت تو را پیش خالق میکنه. یعنی مانای از این شبهه چی است؟ سعی کنن انسان میره والا مسجد نمیرم، سعی میرم پیش فلانی گپ. چرا؟ والا او کس من روسی هستم، شرمنده هستم، میرم پیش از او، دوست خداست، بازی دوست خدا مرا شفاعت میکنه پیش خداوند. و عین عقیده را مشرکین قریش میگفتن، اونا را پرسار میکردی که شما الله را میشناسید؟ ولا ان سالت من خلق السماوات والارض لا يقولون الله، ولی ما الله را میشناسیم. ابو خی پیش از این بت چرا میری پیش هوبه لات منات؟ این 300 میگفت 360 بت، 360 دوست خدا هستند، اولیاء الله بودن، مردمای خوب بودن، ما میریم اول پیش از این دوست خدا، باز این دوست خدا، این بت دوست خدا هست، لیقربونا الی الله، بازیا ما را به خدا نزدیک میسازد، یعنی ما از خدا دور هستیم. سعی که او آیت قرآن میگه که اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بنده های من در مورد من پرسان کنن، من به بنده خود بسیار نزدیک هستم، من به بنده خود نزدیک هستم. یا چی میگن که نه، الله از ما دور است، ما چی قسم؟ ما میخواییم پیش از دوست خدا بریم، این ما را به الله نزدیک میسازه. آیت قرآن میگه که فسجد واقترب، آیت قرآن میگه سجده بکن. وقتی که تو مسلمان سجده کردی به الله جل جلاله، تمام پرده ها دور میشه و الله بر تو قریب است. هر مشکلی که داشته باشی مجیب است، اجابت کننده دعاست، به الله رجوع بکن، سجده بکن، در حالت سجده دعایت به الله بگو، چون در او وقت تو به الله بسیار نزدیک هستی. آیت قرآن میگه که تو به الله نزدیک هستی، الله به تو نزدیک است. آیت قرآن میگه که با سجده تو میتونی قرب و منزلت به الله پیدا بکنیم. اما این انسان در عقب شبهات میره، نه ای وسجد واقترب مانایش میفهمه، نه ای آیت دیگر میخونه و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، نه مانای عزیز درست میفهمه، نه الرحمن الرحیم مانایش درست میفهمه، نه مانای الرقیب درست میفهمه، نه مانای المجیب درست میفهمه. که اگر اینمی دو سه آیت و این چهار صفت الله جل جلاله را انسان به شکل درست بفهمه، پس نیاز نداره به هیچ کسی دیگه بره، حتی پیش پیغمبر هم نمیره، مستقیما به الله جل جلاله رجوع میکنه و عذر خدا به الله جل جلاله میگه. مشکلی که پیدا شد برای دالین اصل گپ ما سر چی بود؟ که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دالین کی بودن؟ گمراه ها بودن. این گمراه ها نصرانی ها چرا گمراه شدن؟ مفسرین کرام میگن اینا در عقب شبهات رفتن. شبهات چی بود؟ شبهات این بود که به عوض از این که کتاب الله را مطالعه بکنن و بخوانن و در او فکر بکنن، و کتاب های قصه و قصه گویی رجوع کردن، والا فلانی تو قصه میگه، والا فلانی تو قصه میگه، والا فلانی سبب تو یک قصه گفت. الله بسیاری مجلس ها که بشینیم، یک روز یک جای شیشه بودیم، یک نفر گفت والا سبب یک قصه را برتان بکنم از کتاب الحیوان. سبحان الله، هیچ وقت هم نمیده که گپ بزنی. یک قصه را سبب شروع کرد از کتاب حیوان، یک کتاب است به نام کتاب الحیوان، رو جاهز نوشته کرده. خب قصه ها است، قصه هایی را که ادبا رو شمع میکنن ادیبا، بعضی قصه هایشان واقعی می باشه، بعضی قصه ها خیالی هست، بعضی قصه هاست که در تاریخ آمده، خدا هم چی آمده چه. خب صاحب یک قصه را شروع کرد از کتاب الحیوان، باز یک قصه را شروع کرد از کتاب الحیوان، باز یک قصه دیگه، هیچ وقت هم نمیده. آخر من برش گفتم، گفتم برادر کدام کتاب الانسان نبود؟ الیا داخل یک قصه خاص کتاب الانسان بگو، اونجا کتاب الله ماندگی است، تو از اون هیچ چیز نگفتی، از قرآن هیچ چیز نگفتی، و از سنت رسول الله هم احادیث است، یک دو حدیث از صحیح البخاری میخوندی بر ما، اینو هم نگفتی، و یک کتاب انسان هم میگفتی که مثلا فلانی انسان چی گفته. تو شروع کردی کتاب الحیوان، کتاب الحیوان، کتاب الحیوان، و هیچ فرصت هم برای هیچ کس نمیتی. و اگر من گفتم مال اگر برش کسی تو مزاق کردم، گفتم مال اگر برش یه ذره جدی بگی کو برادر، تو دو ساعت مردم گرفتی کلش قصه های حیوان شروع کردی. چرا مثلا تو چی نیاز داریم که ما مثلا قصه یک حیوان بخونیم؟
کنیم. بعد یک جای دیگه رفتیم صاحب، یک کس شروع کرده که یک خر ایک صفت ها داره و سگ ایک قدر صفت ها داره و پشک ایک قدر صفت ها داره. آخر ما گفتم برادر عزیز، حالا ما صفت خر و پشک چی کنیم؟ حالا ما خوب وترنری نمیخوانیم که برای ما آناتومی و فیزیولوژی حیوانات درس میتی، برای ما صفات الله را بگو، صفات رسول الله را بگو، صفات حضرت ابوبکر صدیق بگو، که آدم حداقل از هر زندگی و از هر صفت از اونا یک چیز انسان یاد میگیره. لکن تو خیسی تمام روز گپایتان سر ازی است. مشکل چی است؟ اینمی شبهات است که شبهات اکثرا از طریق قصه ها پیدا میشه و پیروان عیسی علیه السلام به اساس قصه های دروغینه که پولس یا شاول ترتوسی پیدا کرد عقیده از اینا را کاملا خراب کرد. بنابراین برادرای محترم، ما شما از چی درس بگیریم؟ چی درس بگیریم؟ دالین خلاص پیروان عیسی علیه السلام فهمیدیم که گمراه شدن، علت گمراهیشان چی بود؟ قصه خوانی و شبهات بود. حال ما چی درس بگیریم؟ به درد ما چی میخوره؟ آیا ما تن همین قصه را خوانیم خلاص آوره در روز جمعه رفتم در مسجد اون خلاص کل گپ سر والا دالین بود و اینا گمراه ها بودن؟ نه خیر، از اینجا باید استنباط بکنیم که ما از این چی درس بگیریم. درس اینه میگیریم که شبهات احیانا از طریق در عقیده ایجاد میشه. پس شبهات عقیده را ما از کجا پیدا کنیم اصلاح بکنیم؟ در کتاب الله رجوع میکنیم، به قرآن عظیم الشان. یک نفر ببینیم برای الله جل جلو صفتهای عجیب و غریب. شاعر وقتی که در عالم خیال رفت الله را خطاب میکنه خمار، العیاذ بالله. ببینین اون روز من بحث را نوشته میکردم، سرش کار میکردم سر نامهای الله جل جلو، او ارتباط میکنه به این شبهات. من خواستم که درباره نامهای الله جل جلو کتاب نوشته بکنم. کمی نامهای الله جل جلو، اولین گپی را که کل علما در او اتفاق کردن این است که نامهای الله جل جلوه توقیفی هست. چی معنی توقیفی؟ معنایش این است که آن نامی که بر الله در قرآن ذکر شده و آن نامی که در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده، وظیفه مسلمان است که اینمی 99 نام از قرآن و حدیث یاد بگیره و توسط امی دعا بکنه و از الله بخواه، مثل الرحمن، الرحیم، رب که رب العالمین آمده، المالک، این نام. اما برعکس از او صاحب، در وطن ما و شما همیاله بعضی کساس بر الله جل جلاله خمار میگه. ماموریدان روبسوی کعبه چون آریم، چون روبسوی خانه خمار دارد پیر با. پرسانش کردیم که شما کمی قصه را میخوانین، حافظ چی مقصدش است؟ گفت منظور از این است که این قصه معراج میکنن که ماموریدان اگه به طرف کعبه بریم، ماموریدان رو به سوی کعبه شون آریم، چون آل پیغمبر خود کعبه نیست، مکه نیست، رو به سوی خانه خمار دارد. خب آیا امی شاعر خداوند سرش رحم بکنه، آیا علمای اسلام، آیا قرآن حدیث اجازه میده که ما برای خالق بشریت خمار استعمال بکنیم؟ و خمار از چی گرفته شده؟ از خمر گرفته شده، از شراب گرفته شده. و خمار کسی را میگه که بسیار زیاد شراب توزیع میکنه و کلیگیره نشه میسازن. این حال استعمال از این که ای احساساتی امی قصه را گفته، آیا امی نام برای الله استعمال کرده؟ استغفر الله العظیم، نمیتونیم استعمال کرده از نگاه، چون نامای الله توقیفی هست. یک کسی دیگه میخیزه میگه که الله عاشق ما بود، عاشق پیغمبر بود. آیا ما العیاذ بالله، العیاذ بالله، برای الله که ذات ذوالجلال است کلمه عاشق استعمال کرده میتونیم؟ از دیدگاه شریعت اسلامی استعمال کرده نمیتونیم. چرا؟ در احادیث کلمه عاشق نامده و در قرآن هم کلمه عاشق بر ذات ذوالجلال ذکر نشده. پس کلمه عاشق و معشوق و خمار و ساقی و اینیا را بر الله استعمال کردن از دیدگاه شریعت اسلامی مشکل پیدا میکنه، چون اجماع امت اسلامی است که نامای الله جل جلاله توقیفی هست. تو باید اونمون نامی را که در قرآن خواندی فقط امور بگیری. از این خاطر ما میگیم که یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا رب العالمین، ربنا، اما این دیگه را چیز کرده نمیتونیم. این حال مشکل اساسی که پیدا میشه که احیانا در مسائل اعتقادی شبهات پیدا میشه و اگر انسان اینمی شبهات خود از طریق قرآن که کتاب رب العالمین است و کتاب است که حفظ شده است از این حل نکنه، این سبب پشت قصه ها
رفت مثل دالین واره به طرف گمراهی رفت. و بسیاری کسا امی عادت دارن، چرا ای گپ میزنی، چرا ای قصه را میگی؟ والا در یک کتاب خواندم. حالا کتاب خود یهود هم نوشته میکنن. در افغانستان یک مشکل اساسی که ما سابق داریم، بسیاری کسا را بگی و برادر چرا می گپ غلط میزنی، میگه والا ای خود در کتاب نوشته شده. حالا در کتاب خود فرض نیست، این کتاب کی نوشته کرده؟ میشه یک یهودی نوشته کرده باشه، میشه یک نصرانی نوشته کرده باشه، میشه یک مشرک نوشته کرده باشه. تو چطور سر از این اعتماد میکنی؟ هر کتابی را که خوانی خلاص در کتاب بود، رو پرشل تا خی کتاب سلمان رشدی هم خونه کتاب نوشته که برام آیات شیطانی و هم کتاب است، خی برو خلاص به او عقیده کو، دو خود کافر میشی. از این خاطر هر چیزی که در هر کتاب آمد و در هر قصه آمد، انسان چیز نکنه به او عقیده. پس شبهات احیانا در عقیده پیدا میشه که عقیده انسان خراب میکنه. احیانا شبهات در لباس پیدا میشه. امروز اکثرا خانم های مسلمان، خواهرای مسلمان ما و شما، امروز علت گمراهیشان چی است که در حجاب اسلامی شبهه پیدا کردن. یک انسان فروخته شده بیدین یک چیز رو نوشته میکنه، میخیزه برای مرده میگه او برادران مسئله حجاب قلبی است. من خود ما شدیدیم، یک نفر در قلب خود پاک باشه، مسلمان باشه، این چادر و این لباس و این آستین و این چیز که این حجاب هیچ نیست. و بعضی کسا را ببینی باز میگه که آها والا راست میگه، اصلا قلبت پاک و دیگه وقت قلبت پاک کردی خلاص تو درست هستی. در حالی که امی گپ قرآن رد میکنن. قرآن عظیم شان میگه که یا ایها النبی، ای پیغمبر، قل ازواجی که بگو بر خانمایت و بناتی که و بر دخترایت و نساء المؤمنین و بر زنهای مسلمان بگو یدنین علیه من جلابی بهن، اینا باید اینمی چیزای خدا بپوشن توسط جلباب چی است؟ اینمی چپن و چادر کلانه که ایمه پوشن. گفته که ای ولیدرب نه به خمورهن علی جیوبهن، باید چادر خدا ای قسمی نپرتن، چادر خدا دور بتن گلون خدا و ای قسمتای خدا کلش بپوشانن. آیات قرآن نگفته که این معنویست، زبان عربی نمیگه که منظور از چادر معنوی هست، گفته چادری که زنها می پوشن. ولی یدرب نه به خمورهن، نه خمور جمع خمار است و خمار در زبان عربی چادر مادی را میگه که یک خانم به سر خود میکنن. پس آیه قرآن میگه که اینمی چادر مادی تا این قسمی هم که انداختی درست نیست. قرآن میگه ولی یدرب نه به خمورهن علی جیوبهن، این چادر خود این خانم این تو در اینجای خود دعو بده که مثلا در زمان جاهلیت زنها چادر میپوشیدن، وقتی که چادر میپوشیدن این قسمی اعلام میدادن چادر خود این قسمی میرفتن. آیه قرآن آمد که زنهای مسلمان ولی یدرب نه به خمورهن علی جیوبهن، که تو زن مسلمان هستی چادر تو این قسم فردو که گلون تو این قسمت هایت کلش که چادر تو پت شود. آل آیت قرآن بر ما میگه که چادر مادی مطلب است. آیت قرآن که میگه کدام چادر بگیری؟ چادر معنوی در گلون زده میشه. ولی یک نفر مفسد شبهه ایجاد میکنه به خاطر که زنای مسلمان رو گمراه بکنه، میگه والا مسئله حجاب مسئله چی است؟ مسئله قلبی هست، قلبت پاکو یعنی با حجاب هستی. نه خیر زیب، اگر تو قلبت و یک کسی برای من یک روز هم در صرف میگه استاد مسئله ای که من که سرم لچ میکنم، من که گردنم معلوم میشه، من که آستینایم کوتاه هست، این خو مسئله است که قلب انسان پاک باشه. مفتم نه خیر زیب، اول خو قلب تو پاک است، قلب ما مردا پاک نیست. کدام مرد پاک است قلبش که یک زن گلونش معلوم شه و آستینایش چیز شه و بگه قلب از او پاک است؟ یکی دوم، وقتی که قلب پاک باشه، وقتی که در یک خانه برق باشه از بیرون آثار پاکی از این معلوم میشه. وقتی که قلب پاک بود قلب بی بی فاطمه زهرا پاک بود. آیا از قلب بی بی فاطمه زهرا که دختر رسول الله صلی الله علیه و سلم است، از این که قلب تو پاکتر است، خیچور او چادر میپوشید و حجاب میکرد؟ آیا از بیبی عایشه که در قلب تو پاک است؟ آیا از بیبی هایی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن، زنای صحابه و صحابیات و تابعین و تابعیات، ای خانم هایی که در این عصر وجود داشتن، هر کدام از اونا با حجاب بودن، آیا از او که در قلب تو پاکتر است؟ علت مشکل عزی بیچاره که در این بلا گرفتار است چی است؟ اونمو دالینه که یهودی نصرانی ها گمراه شدن، اونا را در شبهات انداختن. پیروان حضرت ابراهیم علیه السلام می آمدن، زنها در اطراف کعبه حج می کردن، بی بی آجی ها بودن، لیکن مشکل چی برشان ایجاد کرد؟ عقیده ایواز الله بتا آورد در پالوی خانه خدا شاندن. زنها را گفت که شما زنها شرط نیست،
قلبایتان پاک باشه، برین بدو چادرک دمتو بانین، مویایتان هم گیسوارا جور میکردن، یک چوتری قسم انداختن، یک ریتس انداختن، بعضی خانم ها بیخی واز میماندن میامدن بی بی آجی صاحب چوتیایش سیخکایش زدگی است چی گپس، والا صاحب ما را گفته شیطان باشن شبهات ایجاد کرد در لباس. بر مرد ها چی گفت که والا شما مرد ها کالایتان معلوم نیست پاک است ناپاک است، وضو داره نداره، کالایت ماشم تو ششتی نششتی خشی کنیم، مرد ها گرد خانه کعبه چی بکنن، شبهه را ایجاد کرد. گفت برهنه این صاحب دیگر روز میدیدی که 100 نفر آجی صاحب آمدن برهنه چی میکنن حج کردن بریم، کجاست لباستان؟ مالا این لباسایی که ما پوشیدیم برای ما گفته شده، برای زواق گفته بود که یا یک قسم لباس درشت بود، گفت یا از این لباس درشت بپوشین لباس ملنگی، یا بیخیش لباس نپوشین. یک تعدادش یک قسم لباس مخصوص میپوشیدن و کسی که از این لباس یافته نمیتونست برهنه میامد طواف میکرد. در عقب از شبهات که رفتن از دین گمراه شدن. سوم شبهه را که ایجاد کرد، در نوعیت عبادت شبهه ایجاد میشه. چه قسم شک و شبهه ایجاد میشه؟ قرآن میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلاح و رستگاری حاصل کرد مؤمنا، الذين کسانی که هم ایشان فی صلاتهم خاشعون، در نمازشان که عبادت است خشوع دارن. چی مانا خشوع دارن؟ یعنی ما تو مسلمان وقتی که نماز میخوانیم میگیم الله اکبر، قبل از اینکه در نیت الله اکبر بگوییم در قلب ما هست که ما در مقابل ذات بزرگ ذوالجلال رب العالمین قرار داریم، آل کت از او گپ میزنیم، بر از او میگیم که سبحانک اللهم و بحمدک، با بسیار عاجزی قلب ما با امرای الله هست، زبان ما کلمات مقدس است، فکر ما هست که ما به الله چی میگیم. اینه میگه قد افلح المؤمنون. و صحابه کرام چی میگن؟ صحابه کرام میگن که برادر عزیز وقتی که ای آیت نازل نشده بود ما در نماز خود احیانا طرف آسمان سعیل میکنیم، مثلا نماز میخوانیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یگان دفعه سر خودم طرف آسمان بلند میکنیم. مجرد که ای آیت شریف نازل شد که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، گفت ما آنقدر دقت میکنیم در نماز که بعد از نزول از ای آیت کس جرأت نمیکرد که در نماز سر خود بالا بکنه، فقط دمو طرف جای سجده سعیل میکردیم. شیطان چی میگه؟ شیطان چی کرد بر از اینا؟ بر از اینا آمد نماز جدید اختراع کرد، عبادت جدید اختراع کرد. عبادت جدید چی قسم اختراع شد؟ و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديه. قرآن عظیمشان بر ما میگه که شبهات بر از اینا که ایجاد کرد، چه قسم شبهه ایجاد کرد که آمد شیطان برشان گفت که نه شما که آجی صاحبا در اطراف، منظورم از آجی صاحبای قبل از زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون اونا پیروان ابراهیم علیه السلام بودن و به اساس دین ابراهیم علیه السلام حج میکردن، کعبه شریف مقدس بود پیششان، حجر الاسود مقدس بود، یعنی کعبه شریف خود ابراهیم علیه السلام جور کرده بود که اسماعیل علیه السلام. اینی قریشی هایی که برای حج میامدن بر ازیا شیطان آمد چه قسم شبهه ایجاد کرد، برشان گفت که نه برادر این قسمی خیلی عبادت نمیشه که شما آمدید قرار در گرد کعبه و اونجا نماز میخوانین و طواف میکنین و گریه میکنین و قرار اما تو چپ هستین. گفت خیلی چی کنیم؟ گفت نه اشپلاق کنین، چک چک کنین. و آیت قرآن ایره میگه و ما کان صلاتهم عند البيت الا مکا و تصدیه. مفسرین چی میگه؟ میگه مکا چی هست؟ تفسیر شریف خانم مفسر چی میگه؟ میگه المکاو که در اینجا گفته مشرکین عبادت میکردن، چی قسم مکا میکردن؟ گفت اینی انگشت خودت کرد از این انگشت دیگه خود، این دو تا انگشته، اینی دو تا انگشته، یکی انگشت شهادت است، یکی اینی انگشت دیگره. گفت اینی تو را در دان خود میموندن، باز باز از او این دو تا سیدی تو از مقصد یک قسم نایدار خواهیم، بازش فلاق کلمه ای رفتن مثل کمی کفتر بازا برای کفترهای خود، یا صاحب این اصاحب گرد خانه کعبه کفتر بازی شروع شد. این شبهه در دین ایجاد شد. و تصدیه، تصدیه را علما میگن که زدن یک دست با دست دیگه از صدا گرفته شد، دست همه صدا میداد، این تصدیه میگفتن. گفت اینا لیا آمدن در اطراف کعبه، یکیش اشپلاق میگد دیگهش چک چک میگد، اوش که اشپلاق کرد، ایش که چک چک کرد، دیگه روز دیگهش میگه خیلی تو که اشپلاق چک چک یاد داری؟ من تنبور یاد دارم. دیگه روز تنبور شروع کرد و دیگه دوله شروع کرد، دیگه صاحب ایره صاحب رقصیدن شروع شدی چی است؟ این هم دین است. این از کجا گرفتی؟ از کجا پیدا شد؟
ایره از کجا گرفتی؟ اکثر را که پرسان کنی که تو چرا میرخصی اتن میپردیم؟ میگیری سای ما از هندوستان گرفتیم. از هندوستان از کجا پیدا شد؟ به خاطر از این که اینمی رقصیدن و موسیقی جزء عبادت است در هندویزم. اون دو تپش بود تا وقت عبادتش قبول نمیشه تا که نرقصه، تا که چک چک نکنه، تا که خواندن نکنه. او جزء عبادتی از او هست و این مسلمان میگیره و این هم شروع کرده. از این خاطر قرآن عظیم شان بر ما میگه که نماز مسلمان قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نماز مشرکین چی بود قبل از آمدن پیغمبر سازن؟ چک چک کردن و اشپلاق کردن بود. اینا اردوش بر ما قرآن نشان میده که برادرای عزیز، شما وقتی که ولد دالین میخوانین، منظور از دالین کی از گمراهان است؟ گمراه کی است که در عقب شبهات میره؟ چرا در عقب شبهات میریم؟ به خاطر از اینکه وقت نداره که تفسیر قرآن بخونه، وقت نداره که بخاری شریف بخونه. یعنی اگر ما میخواهیم که مسلمان حقیقی باشیم، باید در مسجد خود درس تفسیر ایجاد بکنیم تا که بفهمیم که قرآن چی میگه. اگر ما میخواهیم که مسلمان باشیم، از عالم خود بگیم که مولوی صاحب خیر است بعد از خفتن زیاد شوی یک حدیث بر ما درس بده از صحیح البخاری. بعد از اینکه صحیح البخاری رو خوانیم میفهمیم که پیغمبر چه قسم نماز میخوان، چه قسم اخلاق داشت، چه قسم حرکات داشت. اینجا از شبهات دور میشیم. و این کسی که مثلا وقت برای قرآن نداشته باشه، وقت برای احادیث پیغمبر نداشته باشه، وقت نداشته باشه که کتاب‌های فقه را بخونه تا بفهمه که مثلا اگر آفتاب گرفته شد ما چی باید بکنیم، مهتاب گرفته شد چی باید ما بکنیم، یک کسی رو ببینی احساساتی ناقی در روی سرک برای بالا قرتک زده میره، آیا ای در عبادت است؟ نخیر. از دیدگاه اسلام گفته که ای اجرام سماوی کلش در تصرف الله است. ای آفتاب و مهتاب سیارات کلش به شکل معلق در این فضا هستند، یا کلشان 24 ساعت در حرکت هستند. و کوها را شما تحسبها جامده، شما فکر میگن که کوها استاد هستند. و هی تمر و مر السحاب، کوها مثل اینمی ابرها وارد در حرکت هستند. ما اوتو که احساس نمیکنیم، مشکل ما اوتو هست. این زمین در حرکت است، در مدار خود میچرخه، در اطراف آفتاب میچرخه. این سیستم و نظام شمسی را رب ذوالجلال ترتیب و تنظیم کرده. اگر یک ثانیه الله غضبش نازل شوه و این نظم ایلا بته، کلش تکر میکنه، ما تو زمین زمان تک تک میشه. از این خاطر یک همگی که اگر در بین دو سیاره یک چیز دیگه واقع میشه، یا آفتاب گرفتگی صورت میگیره یا مهتاب گرفتگی، پس بفهم که خالق ذوالجلال به اساس گناه ها سر تو غضبناک شده و این خسوف و اینمی آفتاب گرفتگی ها و مهتاب گرفتگی ها در نزدیکای قیامت زیاد میشه. یگانه راه نجاتی است که رجوع بکنی. اگر آفتاب گرفتگی است، دویده دویده کلتان بیند مسجد درکات نماز بخوانین، نماز کسوف. و وقتی که شب بود اگر در مسجد آمده نمیتونی، در خانه درکات نماز بخوان و رکات خوب تلاوت طویل بگی و سجده بکو و بر رب ذوالجلال رجوع بکو تا که دوباره رحمت الله جل جلاله سرتو نازل شود. ولی ما متاسفانه اگر یک نفر پرسان کنی 60 ساله شده، پرسانش کنی که نماز خسوف یاد داری؟ نیست، یاد ندارم. کسوف یاد داری؟ نیست. ولی ایره من نمیفهم چرا نماز خسوف و کسوف میخونی. به خاطر چی؟ مشکل اساسی است که برای هر چیز وقت داره. یک تقریبا 4 ساعت عمل هر مسلمان در خانه خود 4 ساعت بلا ناقه برای اون دوها دادن. سریال اول، سریال دوم، سریال سوم، سریال چهارم، تا که 11 بج شب 4-5 سریال سیل نکنه خودش، مادر اولاداش، که دخترکا و بچاش. از این خاطر یاره خو نمیبره میشو. اگه در خانه یک از بره که میشو تلویزیون نیست، میگه هیچ بالا خانه آمدیم، با خدا یک قسمته کم سریال تیر شد تو باش مشم کو فلانی یک چطور شده باشه. اینال ای کسی که شوانه 4 ساعت کت مشرک زندگی میکنه و در روز قیامت وقتی که دفتر اعمالش کشیده شوه، شب 4 ساعت فکر کن، شب 2 ساعت در تا آخر عمرش چند ساعت به امرای مشرکین تیر کرده. اما وقتی که دفتر اعمالش باز شوه که چند دقیقه را در 24 ساعت با امرای کتاب الله تیر کردی، هیچ
برنامه برای قرآن نداره. از این خاطر دوری از قرآن و دوری از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم سبب از این میشه که انسان به طرف گمراهی میره و یکی از وسیله خطرناک استعمار و یکی از وسیله خطرناک دشمنای اسلام مصروف ساختن مسلمان در چیزهایی است که به دینش ضرر برسانه. از این خاطر میلیون دلار مصرف میکنن تا تو را مصروف بسازه که تو در سریال مصروف باشی و در درس تفسیر در مسجد نری. اگر تو امی مصروف سریال نمی بودی حتما می آمدی که مولوی مسجد جنجال میکردی، مولوی صاحب چرا بیکار شیشتی، ما بین بعد از نماز خفتن نیم ساعت وقت دارم بیا که تفسیر قرآن بخوانیم، چرا حال در مسجد های ما در نماز خفتن که بیری پنج نفر شیشتن؟ به خاطر از این که آجی صاحب ما در سریال گرفتار است. آجی صاحب که سریال سیل نکنه دلش میکفه. پس این وقتی که اذا کان رب البیت بالطبل ضاربا فما علی الاسرة الا الرقص، یک شاعر عرب چی میگه؟ میگه وقتی که صاحب بزرگ خانه طبله بزنه کوچکای خانه چی میکنن؟ کلش میرقصن. وقتی که ریش سفید مسئول خانه اونجا آیت قرآن بر پدر بر مادر بر پدرکران یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، او ریش سفید، او پدرکلان، او مادرکلان، او پدر، او مادر، او برادر کلان، او بزرگ خانواده، وقایه کو خود و خانواده تا از آتش دوزخ. چه قسم وقایه کرده که روز دو شبانه دو ساعتی از او باید به امرای اون دوها باشه؟ مجرده که کلان خانه از این مدیر صاحب در مجرده که در این خانه خود رسید قرار در خانه مدیر صاحب که بری بشینی فقط در خانهش میمان هستی، اینمی بودنه سابق در دستش بودنه بود آل صاحب یا موبایل است یا اینمی چی میگن ریموت کنترل، فقط ریموت در دستش است، از این چینل در او چینل، از این چینل در او چینل و اشتکایش کلگی شیشتن اینال ای اشتکش رقص از امی سریال یاد گرفته، دزدی را از امی سریال یاد گرفته، سگرت کشیدن از امی سریال یاد گرفته، چرخ زدن از امی سریال یاد گرفته، رشخن زدن سر بزرگار از امی سریال یاد گرفته، نمسته را از امی سریال یاد گرفته، توفلک های خرد وقتی که ساتری میکنه گرد گرد آتش گودی خود دور میته، عقیدی بت پرستی را از امی سریال یاد گرفته. و این سریال کدام دوست بر ما میره؟ اگه او دوست ما می بود ایوازی که یک میلیون دلار بر ما در سریال ها مصرف میکرد، و اگه دوست ملت ما می بود یک مکتب برش چوکی میخرید، برای یک مکتب یک چهار تا صنف جور میکرد که طفلایی که زیر امیال بسیاری مکتب هاست، طفلا در زیر درخت درس میخوانند، بسیاری ولایت هاست که روی مکتب ندیده مکتب برش جور نشدن، بسیاری مریض ها هستن که پیسه خونه ندارن، مریضش در سر تخت عملیات هست پیسه خونه نداره از بیخونی میمره، بسیاری مریض هاست چی جواب میته ای تجار ما، بسیاری تجار صاحب ها را که سهل کنی خدا خوب مسلمان میگیره لکن یک قرآن خدا به خاطر مدرسه حفظ قرآن نمیته، یک قرآن خدا به خاطر نشر دین نمیته. اگر برش بگید تجار صاحب امروز من که 100 نفرم شب خانیت میمان میرم 30,000 پیرم مصرف میکنم به خاطر که برای من غیرت خدا نشان بده، برای تو غیرت خدا نشان بده، غرور خدا برای ما تو نشان بده. اگر به این تجار گفته شده که تجار صاحب مسلمان اینمی جا بگیرین در این مسجدتان یک حافظ قرآن و اینمی طفلکایتان روزانه بیاید، کسی که صبح مکتب میره پیشین بیاید پیشین میره صبح بیاید در این مسجد قرآن بخونه، حداقل اگر اینمیل یک قاری صاحب در این مسجد بیارین باور بکنین تا سال آینده اولادای اینمی منطقه هر کدامش 3 سپاره 4 سپاره 5 سپاره قرآن یاد میگیره. تجار صاحب ما پیسه دارای ما چی عادت دارن؟ والا اگر مفت باشه به سر چشم، اگر خیراتی باشه به سر چشم، یک تجار مسلمان یافت نمیشه که بگه به می قاری صاحب ماش شما برش میتم، بتی قاری صاحب به 5,000 ماش میتم، ببینم این قاری صاحب در اینجا باشه خیر است که دیگه بگه نانش سر ما باشه، بون که در این قریه 100 تا طفل یک سفاره قرآن شریف یاد بگیره و در روز قیامت امی طفلا شهادت بده که حاجی صاحب فلانی سبب شد که ما قرآن 1 سپاره 2 سپاره حفظ کردیم. این مشکل در چی هسته؟ که بسیاری وقتا دشمنای اسلام از طریق این قصه ها و سریال ها و فیلم ها شبهات را در دین ایجاد میکنن. وقتی که انسان ها در عقب شبهات رفتن در ولاد دالین داخل شده، در زبانت میخوانی که غیر المغضوب علیهم، خدایا مرا در جمله کسای داخل نکن که غضب بالایشان شده، پروردگارا مرا در جمله کسای داخل نکن که گمراه شدن، لکن بالفعل به طرف گمراهی انسان در حرکت میشیم. خداوند متعال جل جلاله کل ما و شما را توفیق نصیب بکنه که همه ما و شما از کاری که انسان را به غضب خدا داخل میکنه و کسایی که در شبهات زندگی میکنن
پروردگار ما شما را توفیق بده که از این خود خلاص بکنیم. پروردگار متعال بر ما توفیق بده که در مساجد خود حلقات درس تفسیر ایجاد بکنیم، حلقات درس حدیث ایجاد بکنیم، حلقات حفظ قرآن ایجاد بکنیم. پروردگار بر ما توفیق بده که امر الله را که فامیلتان از آتش دوزخ نجات بدین، اولادای خود از آتش دوزخ نجات بدیم. حداقل رحم کنیم سر طفل معصوم خود. طفل ما تو کندو شود در روز قیامت به طرف جنت میری، طفلت از یخنت میگیره که پروردگارا پدر من را گمراه ساخت، مادر من را گمراه ساخت، اینه این پدر من شو برای من یک سی دی اندی میورد و برای من چالان میکرد و من هندویزم یاد داشتم. یک روز پدرم خدا را معرفی نکرد، یک روز مادرم برام پیغمبر خدا را معرفی نکرد. از این خاطر الله جل جلاله بر ما توفیق بده که اولادای معصوم خود از این برنامه های دشمنای اسلام نجات بدیم و بر از اونها حق دین بگوییم. پروردگار، آخرین کلمه که از زبان ما خارج میشه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دنیا همه چیزش فند و فریب است، اعمال صالح پیرو پیغمبران این است. دنیا را چون وصف کرده پیغمبر ما، دنیا را گذر کن که چون یک راه گذر ما. انسان در این دار فانی چرا بی خبری، روزان و شبان در طلب سیم و زری. سرمایه ای تو از این جهان یک کفن است، این هم بگمان است که بری یا نبری. سرمایه ای تو از این جهان یک کفن است، این هم بگمان است که بری یا نبری. دنیا همه چیزش فند و فریب است، اعمال صالح پیرو پیغمبران این است. دنیا را چون وصف کرده پیغمبر ما، دنیا را گذر کن که چون یک راه گذر ما. گناهدار مطلبگار مجنت، طلبی سرود و مال و هستم همه ما. ساعتی روزی جزا آمدن است بی خبریم، همه وقت و شب و روز در طلبی سیم و زریم. ساعتی روزی جزا آمدن است بی خبریم، همه وقت و شب و روز در طلبی سیم و زریم. تو زنی دست مال دنیا صبح و شام گا سری سودا، گر به مشکل در بیمانی پس آن زارت به آن الله. تو زنی دست مال دنیا صبح و شام گا سری سودا، گر به مشکل در بیمانی پس آن زارت به آن الله. دنیا همه چیزش فند و فریب است، اعمال صالح پیرو پیغمبران این است. دنیا را چون وصف کرده پیغمبر ما، دنیا را گذر کن که چون یک راه گذر ما.